گاه رسانه‌های عمومی داخل ایران اقدام به انتشار بسیاری از تهمت‌های ناروا بر علیه دیانت بهایی و بهایان می‌نمایند که از جمله مهمترین این اتهامات کوشش در نشان دادن تلاش بهایان در مخالفت با اسلام و سعی در ریشه‌کن کردن آن و دیگران که بهایان همواره با جلب حمایت از قدرت‌های استعماری و اسرائیل و همپیمانانشان سعی در ایجاد و تشکیل احزاب سیاسی مخالف در کشورهای اسلامی نمودند که خود خطری جدی باید تلقی شود. جای تأسف بسیار است که تعداد کثیری از رسانه‌ها من جمله روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی بدون هیچ گونه تحقیق و اطلاع و حصول اطمینان از صحت و سقم و دلایل و شواهد کافی از اتهامات مذکور مبادرت به انتشار آنها می نمایند. اقداماتی از این قبیل غیر مسئولانه که مغایر با اصل صداقت و رعایت امانت اطلاعات در قوانین رسانه ایست، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که هدف و منظور اصلی از چنین اقداماتی چیست و چه مقدار می تواند جامعه ای را با خطر و ضرر و زیان مواجه سازد. قدر مسلمان که ایراد این گونه اتهامات منجر به برانگیختن افکار عمومی و ایجاد فتنه و فساد در میان افراد یک جامعه واحد می گردد. در فاصله 166 سالی که از بدو ظهور دیانت بهایی می گذرد، این اتهامات وارد بر ایشان بر طبق پیشرفت روابط سیاسی کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان دستخوش تغییر و تحول گشته است. اگر اندکی توجه شود، خواهید دانست چنانچه پیروان این آیین پس از آن که در قرن 19 هم متهم به همکاری و ارتباط با کشور روسیه شدند، در اوائل قرن 20 هم این اتهام به همکاری با انگلیسی ها مبدل شد و پس از آن در اواسط قرن 20 هم به جاسوسی اسرائیل و آمریکا تغییر یافت. اساس و دلایل این اتهامات بر این بنا شده که اماکن مقدسه بهائیان و مرکز اداری جهانی بهائی در کشور اسرائیل واقع شده است. به فرمان سلطان عبدالعزیز، حضرت بهاءالله در سال 1868 میلادی به قلعه عکا تبعید شدند. وضعیت این قلعه چنان سخت و غیر قابل تحمل بود که کمتر کسی تاب و توان تحمل زندگی در آن گونه شرایط آب و هوایی را داشت و اغلب زندانیان بیش از یک یا دو سال زنده نمی ماندند، چرا که بدی آب و هوا و شیوع امراض مصری و کشنده آنان را از پا در می آورد. حضرت بهاءالله در سال 1892 میلادی در یکی از نواحی حومه عکا وفات یافته و جسد مطهرشان در همان مکان به خاک سپرده شد و حال این مکان مقدس‌ترین زیارتگاه بهائیان عالم به شمار می آید. در آن زمان حضرت بهاءالله و همراهان ایشان زندانیان دولت عثمانی محسوب می شدند که به فلسطین تبعید شده بودند. بعد از سقوط حکومت عثمانی در سال 1908 میلادی بود که همگی از قید زندان رها و آزاد گشتند. گروه کثیری از بهائیان مذکور که بیش از 40 سال از عمر خود را در سرزمین فلسطین گذرانده بودند و از سکنه آنجا به شمار می رفتند، تصمیم به اقامت در همان مکان نمودند. از جمله حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله بودند که پس از گذراندن 40 سال از عمر خود در اراضی مقدسه
در همانجا ساکن و به خدمت اهالی آن سرزمین ادامه دادند. ایشان در بین مردم به علم و بخشش در مال و حسن اخلاق معروف و مشهور بودند و این کمالات ذاتی ایشان زبانزد خاص و عام بود. حتی در روزنامه ها و کتاب هایی که در مصر و فلسطین و صفحات شام به قلم نویسندگان برجسته معاصر عرب به تب رسیده، از اقدامات ایشان قدردانی شده است. حضرت عبدالبها در سال 1921 میلادی وفات یافتند و در شهر حیفا در اتاقی که در مجاورت آرامگاه حضرت باب می باشد به خاک سپرده شدند. طبق وصیت‌نامه حضرت بهاءالله، جسد حضرت باب در سال 1909 میلادی در دامنه کوه کرمل در شهر حیفا در جایگاه ابدی خود استقرار یافته بود و به جهت وجود همین اماکن مقدسه بهایی است که حضور پیروان این آیین همچنان در آن مناطق ادامه یافته و مرکز روحانی و اداری دیانت بهایی نیز در آنجا تأسیس گشته است. بنابر این شواهد، نف و سرگونی حضرت بهاءالله به فلسطین 80 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل صورت گرفته و حکومت مزبور 56 سال پس از فوت و دفن ایشان تشکیل یافته است و این خود دلیل واضح و محکمی است که وجود بهائیان در آن سرزمین ارتباطی با تأسیس و تشکیل دولت اسرائیل ندارد. شایان ذکر است، همانطوری که تعدادی از اماکن مقدسه مسیحیان و مسلمانان نظیر کلیسای مبدأ و گنبد صخره در محدوده کشور اسرائیل فعلی واقع شده، بعضی از اماکن مقدسه بهائیان نیز در همین محدوده واقع گردیده است و بهائیان مانند پیروان سایر ادیان الهی آن دیار را سرزمین مقدس شمرده و برای زیارت از این اماکن مقدسه راهی این کشور می شوند. تأسیس و بنای اماکن مقدسه و مرکز اداری بهایی نیم قرن قبل از اعلان تشکیل حکومت اسرائیل صورت گرفته است و پس از تشکیل آن دولت بود که افراد جامعه بهایی در سراسر دنیا با همکاری یکدیگر به صیانت و محافظت اماکن مقدسه خود پرداخته، با سعی و کوشش مداوم حقوق مشروعه خود را به عنوان دین مستقل از این حکومت خواستار شدند و آن دولت نیز بهائیان را همانند مسیحیان و مسلمانان از پرداخت مالیات جهت اماکن مقدسه و متبرکه خود معاف نموده است. مطابق احکام بهایی، تبرعات مالی فقط منحصر به افراد بهایی می باشد و از قبول اعانات و تبرعات از طرف حکومتها و یا از طرف افراد غیر بهایی امتناع می گردد. از دیگر مبادی اساسی دیانت بهایی، عدم مداخله پیروان این آیین در احزاب سیاسی می باشد، صرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می کنند. البته این اصل به معنی دوری افراد بهایی از جامعه نیست، چرا که در بیشتر ممالک بهاییان در انتخابات عمومی کشورشان بدون جانبداری از حزب معینی به عنوان افرادی صالح و شهروندانی با کفایت و مستقل شرکت می نمایند. قابل ذکر است که بهائیان در بیش از 230 کشور جهان ساکن هستند. طبق احکام دیانت بهائی، پیروان این آیین در هر کشوری که ساکن باشند، تابع و مطیع قوانین حکومت آن کشور خواهند بود. البته این انقیاد و اطاعت تا آنجای ادامه خواهد داشت که این قوانین تضادی با اساس اعتقادات بهائی نداشته باشد و آنان را مجبور به کتمان عقیدشان ننماید.
حضرت بهاءالله پیروانشان را بر لزوم اطاعت از حکومت امر فرمودند و آنان را بران داشتند که با خدمت صادقانه به حکومت‌های مطبوع و با خلوص نیت و امانت و صداقت مخلصانه وظایف محوله را اکمل وجه انجام دهند و همواره در پیشرفت مصالح کشورهای خود کوشش نمایند. گفتنی است که اصل عدم مداخله در احزاب سیاسی به معنای بی تفاوتی بهائیان به سرنوشت و آینده کشورشان و یا عدم توجه به درد و رنج مظلومان و مستمندان جامعهشان نیست، بلکه برعکس، پیروان آیین بهائی مأمور به خدمت به عالم انسانی می باشند و از طریق اقدامات زیربنایی و سازنده همچون مشورت صحیح، بهره‌گیری از رسانه‌های خبری و همچنین خدمت مستمر در سازمان‌های غیر دولتی تابع سازمان ملل متحد که هیچ گونه رابطه‌ای با مسائل سیاسی ندارند، مانند سازمان‌های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این راستا به فعالیت مشغولند. آنان همچنین از طریق هیئت‌های اداری جامعه بهائی که با دیگر سازمان‌ها همکاری دارند به نشر مبادی عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر در مدارس و مؤسسات فرهنگی می‌پردازند.